وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در یک سال حکومتداری طالبان به شدت وخیم شده است. وخیم شدن وضعیت اف... اقتصادی مردم افغانستان در این مدت دلایل مختلفی داشته که شاید بتوان گفت یکی از مهمترین آنها دریافت مالیات های بی حساب و کتاب از مردم توسط طالبان بوده است. سرپرست وزارت دارایی طالبان اعلام کرده که این وزارتخانه در یک سال گذشته 135 میلیارد افغانی عواید مالیاتی از مردم جمع وری کرده است. هدایت الله بدری سرپرست وزارت دارایی طالبان گفته که 70 میلیارد افغانی عواید گمرکی جمع وری کرده اند و 65 میلیارد افغانی دیگر عواید مالیاتی و غیر مالیاتی. طالبان در حالی از جمعآوری بیش از 100 میلیارد عواید افغانی خبر می دهد که وضعیت اقتصادی افغانستان هر روز بدتر می شود و فقر و بیکاری در این کشور رو به گسترش است. با سقوط حکومت پیشین افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، سیستم اقتصادی افغانستان فرو پاشید. بانک ها از فعالیت عادی باز ماندند و میلیاردها دلار ذخیره ارزی کشور مسدود شد. فروپاشی سیستم افق اقتصادی افغانستان در زیر سلطه طالبان پیامدهای ناگواری برای مردم افغانستان در پی داشت و زندگی آنها را در یک سال گذشته به شدت تحت تاثیر قرار داد اما طالبان تا کنون راهکاری برای احیای نظام اقتصادی افغانستان و کاهش مشکلات اقتصادی مردم و فقر و بیکاری ارائه نکردند. قبل از سقوط نظام جمهوری در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور رو به بهبود بود و رشد اقتصادی آن در حال افزایش بود. اما با سقوط نظام جمهوری و تسلط سنی های تندروی طالبان بر افغانستان رشد اقتصادی افغانستان به بدترین وضعیت خود رسید. و اکنون که یک سال از تسلط این گروه بر افغانستان می وضعیت اف... افغانستان بهبود نیافته است. فاطمه موسوی اخبارشیه